خداوند انشالله ما هم این صفت ها رو داریم، انشالله خدا هم به ما بال بده که ما هم دار. ولی بال هم به ما هم میده ها. یه حدیث بگم مختصر، یه حدیث داره که بعضی ها در قیامت از قبر چیرون میاد، خدا دوتا بال بهشون میده، پرواز میکنن میرن تو بهش. ملائکه تعجب میکنن که اینا کیان، میان جلو میگن شما در بهش وا شده وا نشده، از کجا اومدین؟ از در دیوار از هوا مثل هلیکوپتر میان تو بهش راحت. حساب دیدین؟ نه. کتاب دیدین؟ نه. آه چطور شد؟ گفتن ما عقب که اومدیم خدا دوتا بال به ما داد، ما یه سر اومدیم تو بهش. سوال میکنن عمل شما چی بوده در دنیا که مستحق این دو نعمت عظما شدید؟ میگن ما دو عمل داشتیم، یکی به کم دنیا راضی بودیم، به کم دنیا راضی بود، به کم دنیا راضی بودیم، یه نون پنیر طلبگی به یه غذای مختصر راضی بودیم. یکی هم این که در خلوت گناه نمی کردیم. گاهی اتفاق می افتاد در خلوت وسائل گناه فراهم می شد، اما ما از خدا خجالت می کشیدیم، حیا می کردیم، ایمان ما جلوی ما رو می گرفت و ما ترمز می کردیم و او گناه رو نمی کردیم. اینا ملائکه می گن پس سزاوار بودید، سزاوار بودید که مستحق این دو نعمت شدید. بله اینا راحتن، نه حساب نه کتاب. بعد من یه اشکالی به این حدیث داشتم بگم، و اشکال اینه که در قرآن آیه داره ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مغزیا، یعنی همه با کل سراد رسشن. این اینا که با بال پیدا کردن یه سر رفتن تو بهش، این آیه میگه همه با در کل سراد رسشن. یه جایی من چند تا از علما بودن خواستم از محضرشون استفاده کنم، یادم نیست مراجع بودن کی بودن، گفتم آخه این آیه اینجور میگه، این حدیث اینجور میگه. اونا یه توجیه خوبی کردن، گفتن آخه اونجا هم پل هوایی هست. آره خیلی قشنگ گفتن، گفتن رو همون پل صراط یه پل هوایی زدن، اینا از اونجا میرن که تقریبا از رو همون پل صراط رفتن، اما پل هوایی که بله از رو خود او پل نرفتن، مثل در منا عرفات الان پل هوایی زدن دیگه،